الو، بله بفرمایی. شما؟ داداشم نیست، از کلانتری. کیه دایی؟ ببخشید گوشی، با داداش کار دارن، از کلانتریه. الو، بفرمایین، من داییش هستم. چیزی شده؟ الهی شکر. چشم، خداحافظ. چی شده دایی؟ با داداش چی کار داشتن؟ قاتل واقعی پدرت گیر افتاده. راست میگی؟ قابل شما رو نداره. دستت درد نکنه طاهره جون. انشالله به شادی. انشالله. اینم مال آقا رضا. قابلی نداره. زحمت کشیده عروس گلم. انشالله رخت تو مادی. آقا رضا نیومده؟ اومده، ولی با دایش رفتن کلانتری. کلانتری واسه چی؟ آخه خبر دادن قاتل واقعی بابام دستگیر شده. قاتل واقعیش؟ یعنی اون که دستگیر کرده بودن قاتل نبوده؟ لابد نبوده. وا، چجوری دستگیرش کردن؟ نمیدونیم که، گفتن بیاین. حالا داداش بیاد معلوم میشه. خدای شلو از سر تقصیرات من بگذره. بیچاره زنش هی میگفت بی تقصیره ها. من چقدر کلوفز و مخ بارش کردم. توبه. شما که نمیدونستین راست میگه. اونم زنشه، معلومه که از شوهرش دفاع میکنه. زبون املال شما هم بودین، همین کارو میکردی. خیر نبینه ایشالله. چه مصیبتی سر ما آورد. محمود هنوزم که هنوزه حالش دست خودش نیست. رضا هم خیلی عصبانی بود. نکنه یه کاری دست خودش بده. دایی باش رفته، مواظب بشه. والا هر بلایی سرش بیاره حقشه. سرکار. سلام جناب سرکار. بله چیکار داریم؟ ببخشید، میخواستم بپرسم به خانوادم اطلاع دادیم؟ بهشون زنگ زدم ولی کسی خونه نیست. نیست؟ یعنی کجا رفتم؟ ببخشید، میشه یه بار دیگه زنگ بزنین؟ الان دیگه خونن. باشه. خیلی ممنون. ببخشید جناب سرون. بله. میشه زنگ نزنین؟ یعنی امشب دیر وقته، اونام کاری از دستشون بر نمیاد، بدتر نگران میشن. اگه میشه فردا زنگ بزنید. باشه حتما. ممنون جناب سرون. کنم آقات حسابی نگران شده ها. تقصیر آبجی دیگه. شما همش میگید پاشو بریم. آبجی هم همش میگه بذار آقا رضا بیاد، بذار آقا رضا بیاد. خب دیر میشه دیگه. آبا این زبونت، بیا تو. مثل این که هنوز آقا جون نیومده. بهتر،
من برم یه چیزی برای شام بذارم تا دیر نشده. تو هم بودو بی برو مشقاتو بنویس. بودو مشقامو نوشتم، یه دیکتم مونده که بعد آقا جون بگه. آقات بیاد خسته است، بی برو تو آبجید بهت میگه. نمیخوام، بعد آقا جون بگه. مریم تو هم بیا برو به اعظم خانم زنگ بزن تا دل واپس نشده. باشه عزیز، الان میام. بیا بریم تو آبجی کوچولو. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ من که سر در نمیارم جانم سرهنگ. حالا بعدن متوجه میشید. الان کجاست؟ میتونم ببینمش؟ بازداشته. متاسفم. نه، نمیشه. ولی من باید ببینمش جناب سرهنگ. امکان نداره. فردا صبح میفرستیمش اداره آبایی. اگه خیلی دلت میخواد ببینیش، فردا صبح بیا تا ببینیش. دهی بابا. جناب سرهنگ درست میگن. خیلی ممنون که به ما خبر دادین. خواهش میکنم. رضا، یه لحظه سر کنن من. ببخشیم جانم سرهنگ. این کسی که خودش رو معرفی کرده به عنوان قاتل کیه؟ اسمش چیه؟ یعنی کجا مونده؟ شاید یکی از دوستاشو دیده سرش گرم شده. بابا دوست و رفیقی نداره غیر از جعفر آقای خدا بیامرز، جایی رم نداره بره. نکنه خدایی نکرده زبونم لال تصادف کرده باشه. نگو مادر، خدا نکنه. موتورش هم که نبرده. کجا مادر؟ میرم سر کوچه. سر کوچه برای چی؟ مگه بچه‌ت راهو گم کنه؟ تو بمون مراقب بچه باش، من الان برمیگردم. الو؟ بله بله، خونش هم اینجاست. یا فاطمه زهرا چی شده؟ کی بود مادر جون؟ چی شده؟ آقاد کلانتریه. کلانتری؟ جام سرما یه لباس کنار. رضا کو
هوش مامان کجاست؟ خواهر من شما دیگه برای چی اومدی؟ پس چی کار میکردم آقا؟ نیام ببینم کی منو به روز سیاه نشونده؟ مامان نبینم کی خاک سرنشینم کرده؟ شما بیا کنار. هنوز نبردنش، منتظرن افسر آگاهی بیاد. سلام آقا. بفهم. سلام. برای محمود فروغی اومدیم، گفتن بیاییم اینجا. سلام. شما اینجا چی کار میکنی؟ اومدم دم خونه دنبالت نبودی؟ تلفن زدم به ما گفتن آقا جون اینجاست. آقا جون؟ واسه چی؟ سلام علیکم. سلام. شماها با هم آشنایین؟ بله، ایشون نامزد من هستن. محمود فروغی پدر شماست؟ بله. چی شده؟ برای چی آوردنش اینجا؟ دایی‌ام اومد. سلام. سلام داداش. سلام دایی. پس چرا به من خبر ندادی؟ اینا اینجا چی کار میکنن؟ مثل که برای آقا جون مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ نمیدونم والا. قربان، چهار تا متهم داریم که آماده اعزام به مجتمع قضایی هستن. دستور میفرمایین. در ضمن یه متهم دیگه هم داریم که جناب سروان. میدونم میدونم. اون چهار نفر رو ببرید. آقای امیدوار، بهتره شما خانوادت رو ببری منزل. آقا شما رو به هر چی میپرستی قسمت میدم، جون بچه هات، بذار ببینم کی منو به این روز انداخته. آخه دیدن اون چه دردی از شما دوام میکنه خواهر من؟ میخوام بدونم کی بچه های منو یتیم کرده. همین، توقع زیادی آقا. آبجی منصرف شو، انگار کن که دیدیش. بیایم همه بریم خونه. بریم کجا؟ بریم داداش، من باید ببینمش. میبینیش تو محکمه، تو دادگاه. بیا از خیرش بگذاریم. این چه حرفیه دایی؟ این زن زندگیش سیاه شده، نباید بدونه باعث و بانیش کیه. خیلی خوب، دیگه اینجا باید نستید. بریم طرف بذارید ما به کارمون برسیم. بفرمید. آقایون بلند شد. سریع. این چهار نفر میخونن سریع من بیرون. حامد هادیان. بدو بایستم اینجا. احمد فیروزی. بجون بجون. امیر کارخانه. سریع. مادر برون بالا بازی کن. برو 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 برو. جناب سرگرد مشیری نیاست، مأمور رسیدگی به پرونده قتل بابا، اومده ببرتش. سلام سرگرد. سلام جناب سر. خسته نباشید. سلام سرگرد.
بذار بیاد. میدونم چی کارش کنم. با همین دستام خفش میکنه. رضا ارواح خاک آقات کاری نکن. ما هنوز گرفتار مصیبتی. مریم دخترم بیا اینجا. برو پیش مادرت، نذار تنها بمونه. میترسم دایی، ترسم رضا کار دست خودش بده. نه ترس، من مواظب بشم. تو برو پیش مادرت. دایی ما برای چی اینجایی؟ آقا جون هم کجاست؟ در خدمتتون هستم. سرکار اون بازداشتی رو بیار. آقاست چرا بهش دستبند زدن؟ نمیدونم. بفرمایید. آقا جون شما اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ چرا شما رو گرفتن؟ بهشون بگو همه اون چیزایی که به من گفتی به اینام بگو. رفته بودم کارخونه، لباس کارم رو بردارم، ظرف غذا و یه مشکرت پرتو. با بابات حرفمون شد به خاطر یکی دیگه.
اختیار از دست جفت اونم در رفت، به هم پریدیم، با هم گلاویز شدیم. من نفهمیدم، هولیش دادم، عقب رفت، سرش خورد به تیزی چرس دیوار، از حال رفت. من اصلا نمیخواستم باش درگیر بشم، پای قدرت اومد وسط، منم نفهمیدم چی شد. این حرفا چیه؟ آقا جون، یعنی شما بابای منو کشتی؟ مگه میشه؟ کی باور میکنه؟ نباید میشد، نباید. اما شد. چی دارین میگین آقا جون؟ اگه میخوای این یارو حمایت کنین، اگه میخوای به گردن بگیری که اون نجات پیدا کنه، اگه هرچی، به خودم بگو. اگه اصرار داری بهش کمک کنی، به خودم بگو آقا جون. قول میدم کوتاه بیام، به خدا میبخشمش، به جون خودتون باهاش دیگه هیچ کاری ندارم، ولی فقط بگید آقا جون، بگید دروغ بود اینا که گفتین. بگید آقا جون. ای کاش همینطوری بود که تو میگی. ولی کاری که نباید بشه شده. جعفر دست رفت. من بابا تو
بابا تو من محمود آقا، یعنی شما جعفر منو کشتین؟ یعنی شما پدر بچه هامو ازم گرفتین؟ رفیق جونجونی خودتو؟ بکن ببینم خودش داره میگه. مگه نمیبینی دست من بهش زدن، دستگیرش کردن؟ مگه نمیشنوی چی داره میگه؟ طاهره ببین محمود آقا چی داره میگه. میگه جعفر اون کشته. ببین شوهر چی کار کرده. اونا رو ببین، پسر من، دختر خودت، ببین چه بدبختشون کرده. این دوتا دست گلو ببین چه زود پژمرده شدن. دایی طاهره، نگرانشم، میترسم نتونه طاقت بیاره. نگران نباش دایی، من مواظب بشم. اون خیال میکنه من نمیخواستم بهش بگم. بلی شما یه جورایی حالیش کن. دایی اعظم خانم، جناب سروان تحویلش بگیرید. موفق باشی سرگو. ممنون. یعنی تو وایسادی که همینطوری بر رو بر نگاش کردی؟ انگار نه انگار که بابات کشته و تو رو یتیمت کرده؟ انگار نه انگار که قاتل پدرته؟
اگه من بودم خرخرش میجویدم، نفسش میبریدم. او با تو هم چرا حرف نمیزنی؟ داخل یه چیزی بگو. شما چه چیزی نمیگید؟ لاربونی گرفتید؟ خب یه چیز بگید دیگه. یه جو، فقط یه جو غیرت بخواد که تو نداری. هاشا هاشا به غیرتت. توی که من میشتستم لباد فردا پس فردا که آب کفن بابا تنون خوش نشده، دست دختر قاتلش میگیری و برمیانی میره خوده لیلی به لالاچه میزنی. آره توی که من میبینم اصلا بعید نیست. آقا قدرت چی کار این داری؟ بچه‌م خودش جگرش خون هست، اون وقت شما نمک به زخمش میپاشین؟ خدا رو خوش میاد، خدا رو خوش میاد پدری که همه چیزش از اونه، گوشتش، پوستش، خونش، دار و ندارش، بی خیالش باشه. یکی جوابو بی سوال بده دیگه. داداش تلفن. مریم برو برو جوابش بده، برو بهش بگو فدای سرت که بابم از بین رفت. برو دیگه، برو دیگه. داداش برو تو اینم. به کی میخوای تلفن بزنی؟ به رضا. چی کارش داری؟ میخوام بدونم. میخوام ندونی؟ مگه یادت رفت بهت چی گفتم؟ گفتم نسبتی که با اونا داشتیم دیگه نداریم. نداریم؟ پس چه نسبتی داریم؟ نسبت خانواده یه قاتل با خانواده مقتول. دیگه بین ما قانون حکم میکنه و دل ریش ریش اعظم و خدا. ولی من باید با رضا حرف بزنم. حرف بزنی که بهش چی بگی؟ بگی اگه آقات باباشو کشته که کشته؟ بگی به زندگی شما دوتا مربوط نیست؟ اینجوری که نمیشه. ما باید با اونا حرف بزنیم، ببینیم چی میگن. ما باید یه کاری بکنیم ماما. باید سر بزنیم به بیابون، بریم یه جا که چشممون تو چشمشون نیفته، بریم یه جا که داغ دلشون رو تازه نکنیم، بریم بمیریم. ببین تو هیچ کاری نمیخوای بکنی، به زندگیت برس. خب جوونی، آرزو داری، ولی من خودم میدونم که چجوری نذارم خون برادرم پامال بشه. خب گوش کن چی میگم. اگه اون دختر این طرفا پیداش بشه قلم پاشو میشکنم. خب حالا چهات؟
الو رضا. الو. منم دایی. سلام دایی. خوب گوش کن ببین چی میگم. مادرت اصلا حالش خوب نیست. یک لحظه اونو تنها نذار. متوجه میشی چی میگم؟ بله. پدرت قبل از رفتن فقط سفارش اونو میکرد. مادرت حال و هوای درست حسابی نداره ها. یه و دیدی خدای نکرده دق کرده. خدا نکنه دایی. مواظبش باش. هر جور که میتونی. یا حق. خودش مقر اومده. ولی ما که خسرو رو بالا سرش گیر انداختیم. چطوری اینا کارشون به بزن و بکش کشیده؟ چه فرقی میکنه؟ زهر داشما رو کشته، کمرمون شکسته. چرا و چطورش؟ چه توفیر داره؟ آخه اونا اختلافی نداشتن. روز قبلش هم کارت عروسی پسرش رو با دختر اونو به من داد. از خاطر همین هم دعواشون شده دیگه. حرف جهاز دختره پیش اومده. جعفرم میدونسته که معمول زیر پاش خالی شده و همین روزه میکشن سیر اخیه به خاطر کمبود جنسای انبار. لابد بهش گفته که من خوش ندارم مال حروم بیاد تو زندگی. اونم به تریش قباش برخورده، زده لط و پارش کرده، بعد هم فرنگی بسته رفته. با همینه دیگه. آخه تو که نبودی ببینی دعوا سر چیه؟ تو از کجا میدونی؟ داشمی که میشناسی؟ خود بیاد چی که میدونی آقا چند دقیق؟ مثل این که خودت هم باورت شده که اون از انبار جنس میبرده بیرون. هرکی میدونه تو که میدونی که اون جلوه تو هم وایستاده بود. حالا هرچی واسه با که بد نشد. ما زور میزدیم پوست خربوزه میزیم زیر پاش. اون خودش خود به خود پاش گذاشت رو پوست خربوزه. تو به کشته شدن برادرت میگی پوست خربوزه؟ آقا چند دقیق؟ شما چرا حرفو دقیقا نیش داره؟ منظوری نداشتم، فقط یه یادآوری بود. با شما که بعد نشد شد؟ تا ببینیم. حالا باید دو قبضش کنیم، مولای دردش داره یا به قول شما گفتنی خون داشما هدر نره. یعنی باید چیکار کنیم؟ باید برم با وکیل صحبت کنم بذاره پشتشو دو قبضش کنه. میگم آقای جندقی به جایی که به ما تیکه بپرونی یادت باشه که ما دستمون تو یک کاسه سا. آره داداش. آره. توی بد برزخی گیر کردیم. برزخ غریبیه. گرگو میشه سحر و گرگو میشه غروب، هر دو یه حال و هوا دارن. اما بعد از گرگو میشه سحر روشنایی و نوره. بعد از گرگ و میش غروب ظلمات.
گرفتار گرگو میشیم دایی. فقط دعا کنیم به سمت ظلمات نریم. دایی ما باید یه کاری بکنیم، اما چه کاری نمیدونم. حالا هیچ کاری نمیشه کرد. همش از خودم میپرسم چرا؟ چرا این اتفاق؟ چرا برای ما؟ اونم وقتی که کاریه که شده. باید صبر کنیم تا دادگاه. دلنگران محمود نباشین، خودتونو بپایین. شما چرا اینقدر ساکتی آبجی؟ طاهر خانم با شما؟ چی بگم دایی؟ چی دارم که بگم؟ کاری که محمود آقا کرده دهن هممونو بسته. نه به دعا باز میشه، نه به نفرین. دایی، مامان اینا، فخری، آقا رضا، اونا چی میگن؟ حالشون چطور؟ اونا هم مثل شما سفیر و سرگرم، حیرون. از من میشنوین یه مدتی ازشون دوری کنین. اصلا انگار نه انگار یه زمانی هم دیگه رو میشناختی. یه مدتی اون طرف آفتابی نشید، بذارید یه زمانی بگذره. زمان مرهم هر زخم ناسوره، باید بگذره. تا این رفتار شما با ما، شما که برادر بابای تو هم مثل پسرمه. محمود کسی نبود که الله اکبر، آدمی که تو عمرش پاش به کلانتری نرسیده یه دفعه سر از زندون در میاره، اونم به خاطر چی؟ الله اکبر از این بازی زمونه. زنمو بفرمایید. دست شما درد نکنه مهناز خانم. قدرت دلناگران بود جای خالی جعفر آقا به چسونتتون، واسه همین گفت دور هم باشیم بهتره. عالیه خانم، آخه من که نه، نگو که من جواب قدرت رو نمیتونم بدم. حالا خیال میکنه من یه جوری گفتم که شما نیاید. چی بگم والا، اختیار ما که دست رضاست. اونم که دیگه میبینید این روزا. اونو بسپر به عموش، عموش رازیش میکنه. جنس درست حسابی هم توشون هست؟ فقط امیدوارم گندش در نیاد. نگران نباش، همه انگ کارم، حواسم هست. چکه نگرفتی؟ مگه بچه شدی؟ بیا سوا درخواسته بریم این پارتی بعدی جا به جا کنم. همین؟ همین چی؟ سگ دوش من میزنم مثل سگ پاسخته، از این تعمیرگاه به اون تعمیرگاه، جنس جور کن بیار کارخونه، بعدم با هزار دوز و کلک زورچه بکن تو انبار. دم اینه ببین، دم اونه ببین، یکی دوتا که نیستن که. یه لشکری از این ما. شما اینجا باز خود نیستی جای گرم و نرم، میگی یکی دوتا کمه. من که میدونم از تو نباید انتظار درستی و راستی داشته باشم، ولی یکی از همین روزا میرم پاساژ یه سر گوشی آب میدم، اون وقت معلوم میشه کی دوتا میبره کی یک. بله
بیا خوبی کن. مادر، مادر. بله. شما نمیخوای برای آقا جون هیچ کاری بکنی؟ مثلا چه کاری؟ نمیدونم، مثلا یه جوری از حال و روزش خبر بگیری. اینکه باید چی کار کنی شاید خودش بدونه. اون حتما میدونه خودش چی کار باید بکنه. منظورتون چیه؟ مگه اون منو محرم خودش دونست که بگه چه خاکی به سرمون شده؟ اون که اینقدر دم از خانواده میزد. اینکه زن و شوهر باید از دل هم با خبر بشن، اینکه باید با یه نگاه بفهمن تو دلشون چه خبره بدون اینکه حرف بزنن. دیدیم که چی شد. مادر، شما داری درباره آقا جون اینجوری حرف میزنی؟ چجوری؟ مگه غیر از اینه؟ ما کی فهمیدیم چه مصیبتی به سرمون اومده؟ کی هوشیار شدیم؟ اونم کجا؟ اونم چجوری؟ میدونم شما از آقا جون ناراحتی که یه سری چیزا رو ازت پنهان کرد. ولی نگو که برات مهم نیست چه بلایی میخواد سرش بیاد. مریم جون، اون آقات فقط آدم نکشته، آقات به یک عمر زندگی صادقانه من توف انداخت و رفت. من دیگه از کجا بدونم چه چیزی رو از من پنهون کرده و چرا؟ که چی؟ معلوم میشه هر کدوم از ما با خیال خودش زندگی کرده. اون اونور جوب، منم اینور جوب. یعنی حالا ما باید توی این موقعیت تنهاش بذاریم؟ داری چی میبافی؟ شال گردن. شال گردن؟ برای کی؟